الان چه وقت خوابی دخترم؟ سلام. سلام عزیزم، چه حال، چه خبر؟ سلامتی، شما چه خبر؟ خوبی؟ ما هم هستیم شکر. جواب خواستگار بهناز رو دادیم؟ اگه تا الان نیاوردمتون پیش خودمون، واسه اینه که عزت و احترامی که توی خونتون دارین اینجا هم داشته باشی. پیمان و بچه هم اینجوری نیستن به خدا، اما نمیخوام این وسط حرمتی از بین بره. داریم واحد روبرویمونو میخریم، با پیمان صحبت کردم تا شما بیای اونجا بشینید، اون وقت خیال منم راحت میشه. بمیرم براتون، درست ازتون دورم، اما روزی نیست که فکرتون نباشم. دخترم به فکر زندگی خودت باش، منم راحت تو خونه خودم نشستم و زندگیمو میکنم. نه از کسی توقع دارم، نه از کسی هم دلخورم. نگفتی جواب خواستگار بهناز رو دادین یا نه؟ طوری که ناراحت نشن گفتیم نه. ای مامان موبایلم داره زنگ میخوره، ببخشید بهتون زنگ میزنم. خدافظ. باشه دخترم، برو برو به سلامت. قربونتون برم، خدا. گوهر، گوهر خانم. بله خانم، بله. چی کار میکردی؟ داشتم ملافاتون رو عوض میکردم. عصامو بده، میخوام بلند شم. چشم.
آخه آدم که بی خودی دردش نمیگیره. اون روز نعمت میگفت تو حیات اینقدر درد داشتی که نمیتونستی پاشی. فردا دکتر حداد میاد میگم یه معاینت بکنه. قلبت ناراحته؟ برو خونه استراحت کن. براتون شام نذاشتم. یه شب شام نخورم که نمیمیرم. برو برو خونه استراحت کن. یه سوال میپرسم، فقط قول بدید که راستشو بگید. بفرمایید. چند سالتونه؟ تو فرم نوشتم. میدونم، میخوام خودتون بگید. 26-2-61. تحصیلاتتون؟ تو فرم نوشتم. میدونم. اگه میدونید چرا میپرسید؟ برای اینکه مصاحبه یعنی پرسش و پاسخ، یعنی معنی مصاحبه رو میدونم. سوالایی بپرسید که جوابشو نمیدونید. شما همیشه اینقدر قاطعید؟ بله. ببینید، ساعت کاری ما متغیره، یعنی اینکه ما ممکنه بعضی از روزا 13-14 ساعت در خدمتتون باشیم. با اینکه مشکلی ندارید. اگه جزو اضافه کار حساب میشه؟ نه، جزو اضافه کار که 100% حساب میشه، ولی خب حقوق نداره. شما همیشه انقدر شوخی؟ نه همیشه. پیشنهاد حقوقیتون چقدر خانم اقبالی؟ نوشتم تو فرم. شما چقدر در نظر داری؟ 300 تومن. کمتر از 400 تومن برای من نمیصرف. بعید میدونم قبول کنن، ولی باز من با مدیر عاملمون صحبت میکنم. اگه قبول کردن حتما باهاتون تماس میگیرم. با اجازهتون. خیلی خوشحال شدم از آشنایتون خانم اقبالی. خداحافظشون. به استاد طولویی میگفتی یه نگاهی به شناسنامش بندازه. آخه همسن پدر ژپتوه، میخواد بیاد خواستگاری من؟ ای بابا، پسرش تو رو پسند کرده خره. آها، خب دیوونه، اینو از اول بگو. نمیذاری که. میخواستم بگم ببین این پسر چقدر آشناس. اگه یه جای دیدمش نمیدونم. نمیشناسیش؟ یه دقیقه نگاش کن. اینی کیه؟ نمیشناسم دیگه. پسر استاد طولویی دیگه، همینو میگم. پسر استاد طولویی. چقدر به هم میای، نگاه کن. بیمزده. بیشتر به تو میاد. بابا. حالا استاد کی بهت گفت؟ بعد کلاس. مهتاب چی بهش بگم؟ بگو فعلا قصد ازدواج نداره. آها آها، چه غلطا. خدا وکیلی داری کلاس میذاری؟ یه بری جدی میگی. کلاس چیه بابا؟ جدی گفتم. دیوونه، دستت میره ها. مگه تو پسره رو دیدی؟ نه. اصلا مگه میشناسیش؟ خب ندیدمش دیگه. پس چی بی خود ور میزنی؟ هرچی نباشه، پسر استاد طولوییه، آدم حسابیه. بابا با این ریختت کی میخواد بیاد تو رو بگیره؟ بنفشه دیگه زیادی داری زرزر میکنی ها، اعصابمو خرد کردی. بی خود کسی رو بوت نکن واسه من. بهش بگو نه. فقط یه جوری نگی با هم لج کنه این ترم بهم نمره نده. حواس تو جمع کن. حواسم هست. زندگی بالا پایین داره دیگه. ما که همش پایینه شده. فردا میرم دادگاه. دادگاه واسه چی؟ واسه اینکه بالای زندگیم ببینم. تو زندگی با تو که هیچی ندیدم. ببینم جدی میخوای بری دادگاه؟ آره. تو غلط میکنی. میخوای بیچاره‌ام کنی؟ میخوام بیچاره نشم. سیما، مگه من مردم که تو بیچاره بشی؟ بابا من به خاطر تو شادی رفتم زیر بار بدهی. قاتل که نیستم، بدهکارم. اومدیم و تو بدهکاری تو دادی. بدهکاری تو به من چجوری میخوای بدی ها؟ مرتضی 10 سال زنتم. یه شب نشد راحت بخوابم. یه بار نتونستی منو مسافرت ببری. یه عید نشد لباس نو برام بخری. نداشتم که بخرم. نداشتم. نداشتی تو غلط کردی که منو گرفتی. تو خونه بابام بهترین زندگیو داشتم. بهترین لباسو میپوشیدم. بهترین پول تو جیبیو میگرفتم. مسافرتمو میرفتم، میگفتم، میخندیدم، شاد بودم مرتضی، آرامش داشتم. الان ندارم. منم بهت نگفتم یه زندگی برات میسازم یعنی خونه بابات؟ گفتم. نه، ولی نگفتی برام جهنم میسازی. میخوام برم مهدشادیو بیارم. کاری نداری؟ سیما تو بری من نابودم. تو هم باشی من نابودم. خدافظ. سیما گوش کن، قد نکن. گفتم خدافظ. سیما گوش کن، قد نکن. کار دارم، نمیفهمی؟ الو.
رفتی اون شرکتی که گفتی؟ نشد. تخم کارم علق خورده. کار هست. حقوقا کمه چون مدرکت کم. تو توقع داری با دیپلم یه میلیون بهت بدن؟ من توقع دارم تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکنی. تو لیسانستو بگی ببینم تو چی کار میکنی. راست میگی. ببینم تو چی کار میکنی. پسر استادشون ازش خواستگاری کرده. باز رفته تو اسکان. چیه میسوزی؟ واسه چی بسوزم؟ اخ خودم یکی بیاد سر بگیره بری. آره از قیافت معلومه. صدای تلویزیون رو کم کن، داریم حرف میزنیم. از صبح تا الان نشستی خونه، حداقل میرفتی آنتن درست میکردی. این چیه داری نگاه میکنی آخه؟ این پسر استادتون تو رو کجا دیده؟ همکلاسیته؟ نه. تو رو نهیده چجور پیشنهاد داده؟ ها؟ ته حرفتو بگو. این حرفا سر و ته نداره که، لابد یه جوری دیده دیگه. اما یه جورش مهمه. یه داستانی هست به من نمیگین دیگه. هیچ داستانی نیست به خدا. تو دنبال دعوای منم حوصله ندارم. کارتو رو پخش کردی؟ دو نفر فقط مون دیگه. دایی هاشمت که کارتو گرفت گفت نمیام. آقا رضا مکانیکم که خدا بیامرز فوت کرد دیگه. این که بنده خدا سر حال بود. خدا رحمتش کنه. چرا نمیگین خدا رحمتش کنه؟ آخه غروب بابا زنگ زد گفت آقا رضا فوت شده. ما هم گفتیم خدا بیامرزتش، جناب علی تشریف نداشتیم. احمد هم که کارتو نگرفت گفت نمیام. بهتر. چه تیل شطوریه این خواهره؟ حق داره دیگه. آقا دو سال دخترش علاف کرده بعد گفته نمیخوامش. اون یه کاری کرد چه دیگه نخوامش. این گرفتمش میرفت تو پاچن. درست صحبت کن. تو اگه دامادشون میشدی اونا سرشون کلا میرفت. فکر میکنی کی هستی راساسی؟ پسر مارشال تیمچونکاو؟ هر کی هستم از دخترمه سرترم. مگه اینکه خودت بگی لیاقتشو نداشتی دامادشون بشی؟ آره بابا من لیاقت نداشتم. بی خیال شو بابا. اما نرگس سوباد بله قربانگو میخواست که من نبودم. دو سال تمام منتو پولشون رو سرم گذاشتن. خودش، شوهرش، بچه‌هاش. عقده ایم کردن انقدر تو سرم زدن. انقدر پول بذارم تا پوزشون رو بزنم. حالا واسه تماشا کنید. بابا صلوات بفرستی. تو این خونه اگه یه شب دعوا نشه همتون دل درد میگیره. به خدا دیگه روم نمیشه تو چش در همسایه نگاه کنم. منصور خب دو تا از همکلاسی ما رو دعوت کنم عروسی. اجازه میدین؟ اجازه چیه؟ فرش میدی؟ از رو حیات خونه به اجازت خانم جا هست. اگه جا نشد تو بشنم تو کوچه. چیکار کنم بالاخره دعوت کنم یا نه؟ دعوت کن چیزی که زیاده جا. پول عروسی من باباتون میده. من نمیدم که. هر کی دوست دارین دعوت کن. نداشتم که بدم. داشتی هم نمیدادی. تو هر جوری دلت میخواد فکر کن. هر جور فکر نمی کنم. درست فکر میکنم. قاسم جواب نده. باز درد گرفت مامان. چرا نمیری دکتر؟ چرا لج میکنی؟ اون تهدیگو بده منصور. نمیخوام سیر شدم. دمت گرم. بده من سهمشو. برات خوب نیست بابا. چطور برای شما خوبه؟ برای من خوب نیست؟ آخه ما چربی خون نداریم عزیزم. منم ندارم عزیزم. جدی نگیر حرفای دکتر رو زیاد. بده من. بده بهش بخوره. بیا اجازم که صادر شد. مادرت دوست داره که من بخورم و زود بمیرم. خلاص میشه دیگه. با تعدیق خوردن اگه آدم بمیره من صبح تا شب تعدیق میخورم تا بمیرم. آخه تو بمیری چی به من میرسه بنده خدا؟ کلی هم خرج میذاره رو دستم. کفن و دفن و ختم و چهل و سال و منصور. حیف دارم تعدیق میخورم وگرنه میدونستم به چی بگم. انشالله هزار سال زنده باشه.
چطوری دخترم؟ تو جواب اسمس همو نمیدی؟ قیافه میگیری؟ پر رو شدی با؟ گوشیم تو جیب شلوارم بود. باز داری میپیچونی ها؟ تو تو زنگ زدن فهمیدی؟ صدای زنگ بلند آدم میفهمه، صدای اسمس اینجوریه دین دین دین. کپکت خروس میخونه، خوشحالی؟ چرا خوشحال نباشم وقتی یه نامزد مثل خودم دارم طلا بلا باق لبا؟ چی اسمس دادی حالا؟ بخون میفهمی. خب بگو دیگه حالا. اسمس دادی بدون من نمیتونی زندگی کنی؟ اوه چه خوشو تحویل میگیره. جوک فرستادم برات بابا، جوگیر نشو. اینی هم که من گفتم جوک دیگه، چون همه میتونم بدون هم زندگی کنم. حالا چی اسمس دادی؟ گیر نده دیگه، گفتم که جوک فرستادم. اگه جوک بود که نمیگفتی چرا جواب اسمس همون ندی. یه سوتی دادی. یه دواست بخونم. الو چی شد، خوندی؟ آره. تو میتونی؟ ناراحت نشم، این همش حرفه. هم میتونم بدونم زندگی کنن. آره خب فردا 10 میام دنبالت. یه تلفن زدم گوله بیا پایین. علفم نکنی جون هسترن ها. باشه، کاری نداری؟ یه چیزی میگم پیش خودت بمونه. بگو. دوستت دارم. خداحافظ. باشه، خداحافظ. سلام قاسم آقا. چی شد این مرتضی؟ بفرما تو. خب تو بیام بگم چی؟ چیزی نگو. یه چایی بخور، یه لقمه غذا بخور. آخه لای منگنه هم به اول فرض. کجاست این مرتضی؟ تو بمیری نمیدونم. خب شما که میگی نمیدونم، خانومش هم میگه نمیدونم، مادر خانومش هم میگه نمیدونم، منصورم که میگه نمیدونم، پس کی میدونه؟ گفتم نمیدونم کجاست، ولی اینو میدونم که فرق حلال و حروم رو میدونه. اگه فرق حروم و حلال رو میدونه است که فرار نمیکرد. اون فرار نکرده. چرا میگی فرار؟ قربونت برم، از زور خجالتش گذشته رفته. میاد پولت هم میده. کی میاد؟ کی میاد قاسم آقا؟ حیف که رفیقشم نون نمکشو خوردم، وگرنه چکشو به همی داشتم میرفتم برگشت میزدم، با مأمور میرفتم پیداش میکردم. آخه مرتضی که نباید اشتباه کنه، پس به کی میشه اعتماد کرد؟ بد آورد پیمان، خودت هم میدونی بد آورد. خب شماها چرا کمکش نمیکنی؟ چرا بدهیاشو نمیدی؟ من اگر داشتم روز اول نمیذاشتم بیاد تو قرض کنه که قربونت. شما نداری، طایفه زنش که دارن، چرا دستشو نمیگیرن؟ چی بگم والا؟ میخوای برم در خونه پدر خانومش بپرسم چرا؟ کاسب این خوابیده قاسم آقا، اجاره مغازه عقب افتاده، صاحب مغازه زنگ میزنی دریوری میگه اگه مرتضی رو دیدین یا زنگ زد تو رو خدا پیغام منو بدین، بگین پیمان گفته از اون 3 تومن 1 تومن هم به من بده فعلا کار من حل میشه. چشم. ببخشید تو رو خدا شرمندم، این موقع شب مزاحم شدم. بگو آقا خانم من سلام برسونید، مزاحم شدم، خداحافظ شما. به کی میخوای زنگ بزنی داری استخاره میکنی؟ به بهجت خانوم، میترسم خواب باشه، ولش کن فردا صبح زنگ میزنم. میخواد زنگ بزنه به صالحی بگه اجاره ماهو بعد بگیره. چرا دروغ میگی؟ صبح اجارهش رو دادم. تو سفره رو جمع کن، پاشو برو غذای مرتضی رو آماده کن. خب بذار بدونه چجوریه حال روزمون. شما میدونین حال روز من چجوریه؟ از من توقع دارین براتون پدری کنم؟ نه، اما من اگه مثل تو مرد بودم نمیذاشتم مامان با این سن و حالش بره سر کار. این هم همون پدری کردنه دیگه. این حرف رو بس به بابا بزنی. بابا به اندازه خودش کاراشو کرده. کاراشو نه، خرابکاریاشو. از سربازی که اومدم گفت رو من حساب نکن. منم گفتم باشه، شما هم رو من حساب نکنی. بابا نداشت، گفت رو حساب نکن. اما تو که داری. مهتاب صبح میخواد بره دانشگاه، فردا امتحان داره. بذار این بچه بخوابه، با این حرفا زندگی ما تکون نمیخوره. اگه بابای ما به خودش تکون میداد زندگی ما هم تکون میخورد. الان پیرمرد 80 ساله داره تو خیابون مسافر کشی میکنه، اون وقت بابای ما علف نشسته تو خونه. من نمیدونم حقوق بازنشستگی داره نمیره سر کار، دلش به چی خوشه چپیده تو خونه؟ اگه من جای اون بودم الان میرفتم تو خیابون سیگار میفروختم.
آخه مگه یادت نیست رفتم کنار خیابون بساط کردم اومدن همه رو جمع کردن بردن؟ ها؟ تو برو یه زیر پله‌ای بگیر ببین میرم کار کنم یا نه. اگه من باباتم چرا میری یه جا نگهبانی؟ بابا بعضی کارا رو روم نمیشه انجام بدم منصور جان. چرا نمیفهم اینو بابا؟ نمیتونم. چرا رود نمیشه؟ از مدرک دکترات خجالت میکشی یا قبلا وزیری معاونی چیزی بودی؟ چجوری رود میشه زنت زنگ بزنه به صاحبخونه بگه اجاره ماشو نگیر؟ چجوری رود میشه یک درون خرج عروسی پسرات نکنی؟ چجوری رود میشه شهریه دانشگاه دخترتو ندی؟ خجالت بکش، از آهش بترس، حرمت سن و سالش کنار، به احترام همون نه ماهی که منتظر بود به دنیا بیای درست باش حرف بزن. بزرگ بزرگ، کوچیک هم کوچیک، عزت و احترام از هر خونه ای بره سقف اون خونه میاد پایین. مریم اون غذا رو بذار تو ساعت. بابا جون شما دیگه همتون بزرگ شدین دیگه، برین دنبال زندگیتون. من وظیفم بود بچه بزرگ کنم نه اینکه بچه پیر کنم. بعدم ببینم بابا تو که اینقدر سنگ باباهای مردم رو به سینت میزنی سنگ بچه های مردم هم به سینت میزنی؟ ها؟ دست به دست هم میدن زندگیشون رو میبرن جلو یا یه تنه یه زندگی رو میچرخونن؟ منصور به جان گوهر جدی میگم اینو، یه کاری نکن برم دیگه پشت سرم هم نگاه نکنم. باشه مامان. منصور یه دقیقه بیا اون ریشترشو بذار تو سر تا با خودم ببرم. کجاست مامان؟ تو کمد بالا. چیه؟ یه مقدار پوله، انقدر نیست که بیشت رو سفید بشم، دارو ندارم. دارم دمت گرم، من هیچ فقط تو توقعی نداشتم و ندارم. من به توقعی تو کاری ندارم، وظیفمه که به بچه هم برسم. میدونم کم رسیدم ولی کم کاری نکردم. قربونت برم بیخیال، دارم. خب چی میگی؟ من بردم هیچی، تو بردی 20 بهت میدم. باز حرکات آدم ها رو بتونی از پیش حدس بزنی. تمام آدم های مهمی که من میشناسم حرکات آدم ها رو میشناختم. شناخت حرکات آدم؟ آره، این رشته تخصص منه. جدی؟ آره؟ 25، 26، 27، 28 بیدونی چیه؟ تو باختی. آره، فقط تو اختلاف دو سال. خیلی خوب هسته، شروع. خب، اگه طوری نمیشه، منصور چقدر بهت گفتم تو کاری که وارد دیستی نرو. چقدر گفتم مرتضا. ببین چطوری خودتو اسیر و عبیر کردی. سیما میاد پیشه؟ الان یه ماه شادی رو ندیدم. هر چیش میمد دقیقا بچه رو بیار ببینم. محله میذارم. حق داره. حق داره بچه همونه میاره ببینم؟ نه. اما حق داره که بهت محله زاره. برای اینکه زندگی برش نساختی که اون راحت بتونه شب سرشو بذاره رو بالش.
من از اونایی نیستم که عروس و داماد و غریبه بدونم. برای همین هم سنگ اون ور به سینه میزنم هم این ور. مرتضی تو پسر خوبی بودی برای من، اما برای زنت شوهر خوبی نبودی. اگه بودی الان پات وای میستاد. به جای اینکه من بیام بهت برسم اون میومد. زن گرفتن عین آب خوردنه، نگه داشتنش همت میخواد و غیرت. میخواد طلاق بگیره. بی خیال. اگه این دایی هاشم بی معرفت حقمون رو نخورده بود الان به این بدبختی نمیافتاد. اگر رو ولش کن، اگه خاله سیبیل داشت میشد دایی. فرسو پول میاد تو حسابم، با چند تا از طلبکارات صاف میکنه. خدا عوضش رو بده. تو حالا خودت تو دل عروسی تیگیری، ولش کن. بعدم میگیرم ازت. درشتاشو حساب میکنم، خورده رضاشم بگونم نم کار میکنم میدم. اول از همه باید پول پیمانو بدم. امشب دوباره اومده بودم خونه. بابا سایه هست، رفیق شیشته. خودم آخر زایه. خب من چه به تولیدی زدن؟ ننم تولیدی داشت، بابام تولیدی داشت. تو هم داستانت اینجوری شد دیگه. من نمیدونم چرا زندگی من این شکلیه. من همه شفشیش میاریم. عروسید کیه؟ پنجشنبه هفته بعد. سلامت. چرا گرتیم؟ بابا ما میریم سیمارم راضی میکنیم. عروسی هم باید همه باشن. کجا خونه گرفتی؟ یه ساعت متری دیدم تو ستارخان. فردا اون از سرم میریم قلمش میکنیم. مبارکتون باشه. بابا چی کار میکنه؟ آل میکنه بس خودش. اینم تو زندگیش خیلی امانه اید. ترکت بدم. آدامس داری؟ آره. چون کفشه که با هم خریدیم رو نپوشیدی. با کفش حال نمی کن. با پس چرا خریدی؟ چون تو دوست داشتی. چون دوست داشتی خریدم. آره اگه من دوست داشتم امروز پات می کردی. گفتم که با کفش حال نمی کن. پس به خاطر من نخریدی. بس دیگه گیر نده. مریم مهتاب رو نیوردی؟ نظر از که زیاد باشه نمیشه خرید کرد. اونام جنت هاموجاری هم. حوصله شون هم نخرید. بالاخره خواهراتم ازت توقع دارم. بعد می آوردیشون. اونا همیشه از من توقع دارن. فکر کنم من باباشون. با آژانس بریم یا بریم سر کوچه دربست بگیریم؟ خب با اتوبوس میری؟ باز زن قناعت شدی. میریم دربست میگیریم میریم دیگه. چه به بر میخوره منصور؟ همین خورده ایزا خودش کلی میشه. گوهر شد دوتا. بیا بریم دیر شد. بریم میریم. گریه میکنی؟ الان که روز پادشاهیته، جدا بشی حالتو میپرسم. فکر نکن اینجا رات میدم، دست بچه تا میگیری میری. کجا برم؟ میری انباری چادر مسافرتی رو بر میداری، میری گوشه این خیابون چادر میزنی. ماما من اینجا پناه آوردم. اینجا که پناهگانی. آدم وقتی طلاق میگیره که زندگیش به بنبست رسیده باشه. مرتضی ایز داره، جنون داره، دست به زن داره، بهت خیانت کرده. چاره فقط بدهی داره. مرتضی عقل نداره. چطور وقتی میمد پشت پنجره اتاقت وای میساد تا صبح عقل داشت؟ اون موقع من عقل نداشتم، گول همین کاراشو خوردن. مرتضی فقط دستش خالی. خوش به حال مرتضی. چقدر طرفدار داره. چه عزیز شده برات. از اولش هم عزیز بود.
فکر کردی بابات با بنز شیشتر اومد خواستگاری؟ خودش بود و یه دست لباس. 10 سال آزگار باش تو 2 تا اتاق زندگی کردم. 2 تا اتاقی که تو 2 دقیقه هم نمیتونی توش بمونی. ولی وایسادم پاش چون بابات مرد بود. اونم تلافی کرد. خودش ها کشید بالا و یه زندگی راحت واسه من و بچه هاش ساخت. شما 15 سالت بود ازدواج کردی. من که وقتی واسه از دست دادن ندارم. تا که باید صبر کنم تا آقا خودش رو بکشه بالا. نمیکشم مامان. نمیتونم. اگه زن باشی میتونی. تو یه بچه 6 ساله داری. همین شادی. فردا تو رود وای میسه میگه مامان چرا از بابام جدا شدی؟ چی میخوای بهش بگی؟ بگی چون پول نداشت؟ بله. میدونم پول خوشبختی نمیاره. ولی بی پولی بدبختی میاره. پس چرا من بدبخت نشدم؟ تو باهاش بمون. خرج صبحونه نهار شامتون با من. اصلا 2 تا اتاق خالی میکنن. بیان با ما زندگی کن. منم میرم تو انباری میخوابم. کجا بیان مامان؟ تو هم جد میگیرت یه چیزی میگی یا؟ جون مامان اینجا رو کم به پناهنده ها نکن. خونه ای تو که نمیخوان بیان. تو هم حواستو جمع کن ساما. اگه امسال مدرکتو نگیری دیگه جا توی این خونه نیست. نه اینجا هتله نه من گارسون. مامان جون ببین کیه زنگ میزن. بله. سلام سیما جان. چه سلامی مامان؟ این چه زندگی پسرت بر من درست کرده؟ درو باز کن خب. خوش خبرم عروس گلم. درو با نمی کنی؟ حالم خوب نیست. نمیتونم درو باز کنم. نمیتونم چیه؟ درو باز کن زشته. ای مامان یه دقیقه هیچی نگو. باشو دروازی دارم نمیتونم رو درو حرف هم بزنم. عیب نداره. من از تو ناراحت نمیشم. منصور میخواد بدهیهای مرتضی رو بده. قرض میخواد بده بهش. صبح مرتضی گفت به چه فرقی میکنه مامان بدهی بدهیه. حالا به اون بدهکار میشه. خبر خوبت این بود؟ خبر خوبتر مرگ منه که ایشالله نزدیکه. خدا نکنه. اینجوری نگین تو رو خدا. به روح بابام اگه شما نبودین زودتر از این میرفتم. خودت میدونی چقدر برام عزیزی. هم همینطور. این مریم و مهتابی برام. من طرف تو هم. یه سر سوزن به مرتضی حق نمیدم. دست بچه تو بگیر بیا خونه ما تا اوضاع مرتضی رو به راه بشه. برید سر خونه زندگیتون. خودم نوکریتون میکنم. حیا کن در باز کن بیاد بالا. بزرگتره. خونه من اومده نه خونه تو. برا من بده. دل کن دیگه. ما من مرتضی رو گذاشتم کنار واسه اشتباهش. اگه اینجوری باشه که همه باید همدیگر رو بذارن کنار. واسه بدهیش ناراحت بودی که اونم تموم شد رفت. لجبازی دل آدم رو سیاه میکنه مادر. شادی چطوره؟ حالش خوبه؟ بگو بیادم پنجره ببینمش. نیستش مهده. وسایلو تو جمع کن. با شادی شام بیا خونم. یه جعبه شیرینی گرفتم. با کارت عروسی منصور میذارم پشت در. بیا بردار. به مامانت اینا هم سلام برسون. کاری نداری؟ مامان نمیام. خستم کرده مرتضی. از من خسته تری؟ همینه دیگه زندگی. همین نیست مامان. تو رو خدا به دل نگیرین در باز نکردم. از طرف من به منصور تبریک. ما که خوشبخت نشدیم. ایشالله اونا بشن. خوشبختی سل نیست که یه هوبیا. مثل بارون نم نم میاد. صبر میخواد. دلم روشنی که بر میگردی. تو هم دلت روشن باشه که زندگی جون میگیره با مرتضی. مادر این دفعه گیس سفیدم رو گرو میذارم. بیا. قربون گیس سفیدت برم ماما. اینجوری نگو تو رو قرآن. منتظرم. خداحافظ. Thank you.
اینجوری میری دیوونه شدی؟ آره لح لح میزدم پشتش بشیدم. سواریش خوبه؟ دوست داری؟ تو خدا یواش، جونم رو بیشتر دوست دارم. جون دوست تو باید منصور دوست باشی. منصور تو رو خدا مثل اقدایی رو خندگی نکن. باشه باشه زهره ترک کردی منو. منصور یه چیز بگم ناراحت نمیشی؟ ناراحت میشم نگو. آخه بگو میگم اگه بگم تیک بارونم نکنی ها؟ نه برف بارونه بگو. میگم لباس عروس ندامون هم اندازه هم خیلی خوشگله، دیگه پول لباس عروس ندیم. ای اون اصلا گه لباس در نیار دیگه، من خواهد زندگی حال کنم. تو حالا همش زده حال بوده. میخوام این چیز برای تعریف کنم، تو حالا بهت نگفتم. چی؟ با دخترم هم که نامزد بودیم یه شب مرورد میمونی، من غلطی زیاد میکرد، خیلی خرجم میکردم و نه هم محبت رو برای میخواست با پولش کوچیکم کاری نداری. خیلی مهمونی تو بود، هرچی آس بود اون تو بود. حده که رفتیم تو من به هیچ که معرفی نکرد، حتی موقع شام هم صدام نکرد. من هم مثل بچه یتیم ها رفتم میشستم یه گوشه. دختر صاحبخونه که داشت شب شب میمام کرد رفت در گوشش گفت این آقا با شما هست. میدونی دخترم هم چی گفت؟ برا رندمه یعباش گفت، ولی من شنیدم. اون که اونجوری بود برای چی میخواست زنت باشه؟ اون نمیخواست، من کلید کرده بودم باشه، انقدر پیله کردم تو بله رو گرفتم ازش. اون هم پیش خودش گفت خر به این خوبی کجا میتونم پیدا کنم. ولی اشتای نوکرش رو میکردم ها، ماشینش رو میشستم، لباسش رو میبردم خوشویی، میبردمش دکتر. زده حال زیاد میزد ولی برو خودم نمیام. تا اینکه اون شب مهمونی اون حرف میزد دیگه بی خیالش شد. گفتم این به درد من نمیخوره. حالا فهمیدی چرا میخوام حرف کنم؟ ناراحت شدی؟ ماشو بردار راحت شدی. دزدی اینجوری میرونی؟ داش من خودم دزدم. پیش خودت بمونا، دیوونه. ما هم لنگه خودتیم. کورس بذاریم. خانومی؟ نه منصور. عیال میگه نه. دنبال یه دیوونه دیگه بگرد. خدافظ. خیلی نازه نه منصور؟ آره. علکی نگو، واقعا دوستش داری؟ من که نمیخوام بپوشم، تو بس باشار کن. بالاخره نظر تو هم مهمه، اصلا حواست به من نیستا. اصلا با من چی کار داری؟ خوش شد اومده خب برشتا. باش بابا، برو قیمتش از این خانمی بپرش بریم چنده. بابا چیکار به قیمتش داری؟ شخص بپرس خانم. ببخشید همیشه ما رو هم یه خورده تحویل بگیریم، اینجوری اونو نگاه نکنیم، ما آدم حسابیم. بر منکرش لعنت آقا اختیار داریم، میرسم خدمتتون. خب من نمیتونم. منصور چرا به روزی رو میدازی؟ کاری نکردم، داشتم شوخی میکردم. من برم این نگاه به ماشین مندازم، من که نوعیه و خط و خودی چیزی روش مندازم چش نرم ببینن بعضی ها. خب برو یه جای درست حسابی پارکش کن. جونم به روز. چطوری گلابی؟ پول ریختم به حسابو. دمت گرم، بهت زنگ میزنم. جانم. الو سلام داداش مرتضی. سلام. این پول اومد تو حساب. 15 تومن امروز میتونم بهت بدم. بگو طلبکارا بیان دم خونه. واجباشو بگو بیان ها. چکات هم بگو بیارم. تلافی میکنم منصور. دمت گرم. نوکرتم. من ده شب خونم، بگو بیان. باشه. قربونت برم. خداحافظ. حالا شما یه تخفیف بدیم من اینو ببرم دیگه.
ما خودمون تولید کننده ایم، سوی کمی کشی میکنم. خیالت راحت باشه، قیمت اون بالا نیست. باز برو جای دیگر هم ببینه قیمت رو. بله، سلام، مرسی، قربان شما. شما پدر مریم خانم هستید؟ بله. حقیقتش برادر من قصد ازدواج دارد. میخواستم ببینم برنامه شما چیه. اصلا مریم خانم قصد ازدواج دارن؟ اصلا شما با غریبه وصلت میکنید؟ اتفاقا تازگی های پیشنهادی شده که اونا هم غریبن. میدونین دختر کوچیکه من توی دانشگاه پسر استادشون خواستگارشه که دکترم هست و همه چیشم میزونه برای زندگی، ولی مهتاب جوابش کرده، پسرم قاطی کرده، اصلا دیگه مهتاب نمیره. حالا ببینیم چی میشه. ببخشید مهتاب خانم بزرگتر از مریم خانومه؟ نه 3 سال کوچیکتره. تعریف نباشه، دخترها یه نمونه و فوق‌العاده ای هم. دختر کوچیکم میخواد بره خارج ادامه تحصیل بده. از یکی از این دانشگاه هم ازش دعوت کردم، ولی جوابشون کرده. اصلا این دختر به راحتی میگه نه. از قدرتشه ها. مریم هم که قربونش، الان معاون مدیر عامل یه شرکت نمونه است. چه خوب، چه شغل خوبی. پس مریم خانمم کار پیدا کردن. خیلی وقت سر کاره. آخه پیروز اومده بود شرکت برادرم اینا برای کار، فقط هم با حقوقش مشکل داشته. میدونین چون کارش خوبه همه دنبالشن دیگه. به همینجور برادرتون راستی چه سالشه؟ 30 سالشه. البته اگر شما اجازه بدین من این آدرس و شماره تلفن خدمتتون میدم، شما با خانواده در میون بذارید، منتظر تماستون هستیم. ای وای، من اصلا یادم رفت تعارف کنم به شما. خواهش میکنم، خیلی ممنون. مرسی، خیلی ممنون. سلام خدمت خانواده برسونید. با اجازتون، خدا حافظ. جواب نمیدین. تو بودی؟ آره. مامان سر کاره؟ آره، خونه بهجت خانم دیگه. چیه؟ بیا تو. نه، باید برم. آدرس خونه بهجت خانمو میدی بابا؟ پسرم وقتی خواست ازدواج کنه بهش گفتم دختری رو بگیر که مادرش تنبل باشه. چرا؟ چون مادر که تنبل باشه دختر مجبور تموم کارهای خونه رو بکنه، اون وقت زرنگ از آب در میاد. اما اگر مادر زرنگ باشه دختراش همه تنبل میشن. البته گوهر خانم اینو به شوخی بهش گفتم، ولی خب همینطورم هست. تو این مدت زنیتت برای من رو شد، اصلا نمیشه ازت ایراد گرفت. فکر میکنم دخترات باید تنبل باشن. کوچیکه آره تنبله. عروس شما چی؟ عروس من خیلی خانومه، ولی همچین بفهمی نفهمی آره
تنبله. آخه پسرم گوش به حرف باباش داد، بهش گفت مادر رو ببین، دختر رو بگیر. دستت درد نکنه نوشه جان. بفرم. نعمت تو حیاته؟ بله خانم. صداش کن بیاد. چشم. آقا نعمت. آقا نعمت. بله خانم. بیا بالا، بهجت خانم کارت داره. اومدم. دیگه نمیخوری؟ نه ممنونم. بله خانم. نعمت، چند بار بهت بگم زود به زود گلدون گلو جا به جا نکن، قهر میکنن دیگه رشد نمیکنن. ببخشید خانم. عیبی نداره، برو آشپزخونه بگو گوهر برات سوپ بریزه. دست دارن؟ دست شما درد. قبضا رو پرداخت کردی؟ بله خانم. کی بود گوهر؟ عروسم خانم. ببخشید من یه دقیقه الان میام. منصور رو دیدم، دیدم رو پشت بون وایستده داره میخنده و عقب عقب میره. یه قدم مونده بود تا پرچه پایین، هرچی داد زدم مواظب باشه گوش نکرد، پرد شد. حالا میفهمم تعبیر این خواب. پس تکلیف کارتایی که پخش کردیم چی میشه؟ ماموره گفت جرمش سبک نیست. چی کار کنی ماما؟ تو میخوای چی کار کنی؟ چی و چی کار کنم؟ آینده زندگیت. مگه هستم؟ دوستش دارم ماما. از شوهر اولم که جدا شدم همه گفتن تو زن زندگی نبودی، اگه زن زندگی بودی باید میسادی زندگی تو میکردی. الان اگر من برم هم میگه حتما عیب از توه. میدونی همه رو رو میبینن، هیچکی از دل آدم خبر ندارم. بمیرم خدا نکنه. تو عمرم اینقدر شرمنده کسی نشده بودم. چی تو نفهمیدم این چه کار هست؟ نذاریم کسی بفهمه مامان. باشه رفتن که با همسایه ها به زور فرستادیمشون برن. فکر کردن مرتضی گذاشتتشون سر کار. گفتیم بابا بی خیال، اصلا به مرتضی چه مربوطه؟ منصور میخواست پول شماها رو بده، اونم یه کاری پیش اومد رفت شهرستان. تو گوششون میره مگه؟ اصلا قبول نمیکردن. به خواستگار زنگ بزنی؟ تو این وضعیت؟ کدوم وضعیت؟ وضعیت ما همیشه همینه دیگه بابا. به خاطر منصور که نمیتونیم زندگیمونو تعطیل کنیم. میتونیم؟ فردا صبح برو محل کار پسره، آدرس خونهشو گیر بیار، ازش تحقیق کن. خواهرش آدرسو داد. برو ببین یکی لنگه منصور نباشه.
منصور یه دونه است، لنگش هم پیدا نمیشد، چون اگه پیدا شده بود تا حالا بسته بودمشون به گاری. بعدم خانم اونا بیان خواستگاری، بعد بریم تحقیق بهتر نیست؟ نه، زیر و روشون رو در بیار، بعد بگو بیان خواستگاری. بعدم ما که نباید زنگ بزنیم بابا، اینجوری فکر میکنن حالیم، وای میستیم زنگ بزنن. بابا قیافش چطوری بود؟ کی؟ عمه من. خب خواستگارت دیگه. یادم نمیاد. تو پریروز رفتی دیدیش که؟ نرفتم که قیافه اونو ببینم بابا. منصور رو گرفتن، پسرتو، داداشمو، واسه سرقت مسلحانه. هفته دیگه هم عروسیشه، همرم دعوت کردیم. میدونین یعنی چی؟ خب چیکار کنم؟ بشینم گریه کنم؟ به درک گرفتنش؟ اونم بچگیش نااهل بود. اینم نه تقصیر منه، نه تقصیر شما بابا. پس تقصیر کیه؟ ذاتش. بچه کیه؟ بچه ماست. ولی خب پسر نوح هم نااهل بود. تقصیر کی بود؟ باباش یا ننش؟ پس ما هم بشینیم میوه بخوریم دیگه. نیست که، یه دونه خیار بود، اونم من برداشتم. برو یه سند گیر بیار بیاریمش بیرون. وثیقش 400 میلیونه، معلوم نیست چه غلطی کرده پسره. آخه کی برم سند 400 میلیونی بگیرم گواه؟ از خواهرت بگیر، 100 تا سند داره. نمیده. اون بعد از من خوردن نامزدی با خود منم سرسنگین شده. به فکر منصور نیستی، به فکر آبروی خودمون باش. نکنه میخوای بری کارتای عروسی رو از مردم پس بگیری؟ من منصور رو بوسیدم، گذاشتمش کنار. آبرو تو چی؟ با تو هم دارم با حرف میزنم. حرفای تو بوی خون میده. منم حالا حوصله دعوا ندارم بابا جون. خودت در کاری میخوای بکن، رو منم حساب نکن. رو من حساب نکن که نشد حرف خاصه. مامان فکر قلبت باش. ای بابا کدوم قلب؟ مهتاب چرا نیومد؟ خونه هم کلاسیشه، گفت شش شب بمونه، فردا اصلا اونجا بریم دانشگاه. هم کلاسیشو میشناسی؟ نه. تا آدم سرش نیاد حواسشو جمع نمیکنه. خدایا سندو چه کار کنم؟ چرا نمیری از دایی هاشم بگیری؟ اون بیشتر از اینا به ما مدیونه. سلام داداش. من که به شوهرت گفته بودم که نه تو عروسیتون میام نه تو عزاتون. تو واسه چی اومدی؟ ببین آبجی، مثل روز برام روشن بود که مرتضی پولای منو میخوره، اما بازم من دادم که یه پشتم نشیده بگید هاشم یزیده. من کی پشت سر طرف زدم داداش؟ تو نه، ولی بچهات همه جا نشستن و گفتن دایمون حقمون رو بالا کشیده، ازشون نمیگذرم. تقصیر اون خدا بیامرز بود که تا زنده بود تکلیف رو روشن نکرد. من که روشن کردم؟ نکردم؟ چی بگم والا؟ چی بگی والا؟ تو هم که لنگه اونایی، امام حسینی. تو فکر میکنی من حلال و حرام کردم؟ چی میگی آبجی؟ من میگم پشت‌بند این دنیا روز حسابه، دارا و ندار، کافر و مسلمون، همه جمعن. اون موقع معلوم میشه کی برف انبار کرده. تو خودت میکشی؟ خودت هم تعزیه میخونی؟ نه کشتم بلدم، نه تعزیه خوندم. نماز و روزاتو باطل نکن آبجی. میخوای زندگیمو به اسرت بکنم تا پیشت عزیز بشم؟ پیش خدا عزیز باشی. من این وسط چه کارم؟ به محبوب و بچه ها سلام برس. خدا حافظ. حالا واسه چی اومده بودی؟ اومده بودم بهت سر بزنم. منصور داره بدهی های مرتضی رو میده، میاد پیشت پول تو رو بده. دستتون درد نکنه. خدا حافظ. آبجی یه چیزی میخواستی بگم؟ نه، دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
چی شده؟ هیچی نشده بود که گریه نمی کردی. یکم دلم گرفته بود. دلگیریم وقت داره عزیزم. تو الان چند روزه که پکری. اگه چراشو نگی منم پکر میشم. گل و گیاه خونم برام عزیزن. تو که جای خود داری. من چیزی گفتم که تو ناراحت شدی؟ نعمت چیزی گفته؟ نه به خدا، من جز عزت و احترام چیزی از شما ندیدم. پس چی؟ مشکل مالی داری؟ نه. نمیخوای به من بگی؟ باشه، نگو. ولی دیگه جات اینجا نیست. دستاتو بشور، بیا حقوقتو بدم، برو. من کسی رو میخوام که با هم راحت باشه. من هر کسی رو تو خونم راه ندادم. ولی تو انقدر برای من عزیز بودی که گفتم عروسی پسرتو اینجا بگیری. ولی تو من انقدر قابل نمیدونی که دردتو بگی. اصلا اینطوری نیست، شما رو چشم جا داری. اینا همش حرفه. حرف نیست؟ اگه نیست مشکلتو بگو. پسری که از آشناهای نزدیکمون رو گرفتن، چند روز سند میخوان تا بیارنش بیرون. بیرون اومدنش خیلی واجبه. چند روزه واسه این پکری؟ برو به آشناتون زنگ بزن. اون سند جور شد. دوست دارم هرکی بچه هامون میبینه بگه شیر مادر تلاله، نگه لعنت به شیر مادرت. بابات میگه ذات بد، من میگم تربیت بد. اگه همون موقع که فندک تو دستات دیدم جلو تو میگرفتم، کار به اینجا نمیکشی. اگه همون موقع که شب و نیمه شب تو خیابونا ولو بودی میومدم دنبالت، کار به اینجا نمیکشی. نگو بسته. تو مادر خوبی بودی، من بچه بدی بودم. بزن تو سر خودت، قربونت برم. من مقصرم، من اشتباه کردم، من بد تربیتت کردم، منو باید میگرفتم نه تو رو. مادرت بمیره که تو رو اینجوری نبینه. مادر نگو، من مقصرم. الهی قربونت برم مادر، گریه نکن. قشنگ شده. چی بگم؟ تبریک بگم یا تسلیه؟ باز شروع نکن مامان. تو شروع کردی با این زندگی درب و داغونت. عروس و دامادا بعد از عروسیشون میرن ماه عسل. شما کجا میخواییم بریم؟ منصور میره زندان، تو هم باید بری خونه باباش نخود لوبیه هاشون پاک کنی. مهمونا بعد از جشن کجا باید برن؟ معلومه خونهشون. این دنبال ماشین عروس نیان تا خونتون بدرقه. بودون خونه برم. ما بهشون گفته میریم مشهد، تو هم همینو بگو. امشب عزای توه نه عروسیت. یعنی چی؟ تو میخواین امشب عشق منو در بیاریم؟ ندا میره ناهید میاد، ناهید میره شما میاریم. بس من خودم یه کاری کردم، پشت ما نیستم تا بانشون میدم.
چی میگفتم من؟ هیچی. من تو رحمتو باز کن، حالا برم بار نگاه میکنم. میخوای برم نصد برخصم؟ آره. آره؟ چی میگی تو؟ دست خودم نیست. تو وقتی اینجوری میکنی و خنده فکر میکنم به زور منو گرفتی. کاش همه چیمون باقی، همه چیمون فیلم، همه چیمون همه. میشه این حرفا رو نزنی؟ من هستم، با هم درستش میکنیم. اخوات تو همه نمیدونم چرا انقدر اوقات این ترخه. اولین عروسیه که اینطوری همه. سلام مامانی. سلام مامان عزیزم، کن بونت برم شنه عروسیه. سلام چه داری؟ تو نمیدونم خونمون. منم خونه چون تو بیا خونمون. سلام آقا جان. چطوری عروس گلم؟ خیلی ممنون. تو که خودت گلی، دیگه برشی گل گرفتی. اختیار داریم باید ببخشید ناقابله. دستید درد نکنیم. امشب دو تا جشن داریم، یکی عروسی معصوم، یکی کم آشتی کنیم نشانه. معنی اومدنم آشتی نیست. خب معنیش هرچی باشه مهم نیست، مهم اینه که اومدیم. خیلی خوش آمدیم. مام، نرفیش عروس. آنه پر بوده تو نام، عروس داماد اونجا. انشالله همیشه به شادی. با اجازه بیا ما بود. یواش افلانه شدی نده. ما چقدر ناز شده، این مرتضی را میده. مبارکه. چی مبارکه؟ تو که میدونی همش فیلمه. چیه؟ فروش ما بدبخ شدم. چی رو بدبخ شدم؟ هنوز که چیزی نشده. وقتی برگردیم تو بدبخ میشه، نه الان. قید برگشتن رو بزن. چی رو قید برگشتن رو بزن؟ سند مال صاحبکار مادرمه. نگفتم سند مال کی، میگم قید برگشتن رو بزن. ما مردیه الان، وقتی جوون مرد بازی نیست اولاق، الان وقتی جیمه. نامردیه. گوشی خودم که باخ رفت. یا تماس بگیرم. شماره کیه؟ سلیمون، همون یعبانی که بهت گفتم. منتظرم. Thank you.
من روم نمیشه بنا از سرم بریم خونه خودم. از در همسایه و بچه خودم خجالت میکشم. از در همسایه چرا؟ مگه نگفتی میریم مشهد؟ ببینن اون زایی هست دیگه. کجا میخوایی بری؟ میریم پیش مرتضی. فردا صبح هم زنگ میزنم قرار میذارم. میریم سند رو بگیر بده بهجت خانم. بعدش هم وای میسیم ببینیم چی کار کنم. بانو من از سرم تو لباس رو عوض کنه بریم. مهتاب اون گوش موبایل تو بده من. میخوای چیکار؟ بده من. بله بفرمایید. گوشی بده به روز. ماشین رو عروش بده. خیالت راحت. کاری نداری؟ نه قربونه. منصور جان قابلمه غذای مرتضی یادت نره. میوه و شیرینی هم برش ببر. سلام منم بهش برس. چرا آژانس نمی؟ نمیدونم. برو این یارو نعمت رو بگو زنگ بزن ببینه چی شد. باش. مثلا خانم خوب اینجا بعده بفرمین تو. خیلی ممنون همینجا خوبه. مسئول میگم میخوای من برم شما راحت بشین. دست درد نکنی. تعارف میکنی؟ نه با اون مکرده. ببخشید دیگه اینجا وسیله پذیرایی نداریم. شرمنده. این چه حرفیه؟ شما ببخشید ما مزاحم شما شدیم. خواهش میکنم شما مراقب باشید. دمت گرم. یادت اسمس داده بودی بدون من نمیتونی زندگی کنی. آره حالا وقتش که حرف تو ثابت کنی. چی میخوای بگی؟ آخرین جایی که زدیم یه طلای فروشی بود. داشتم طلای تو ویترین جمع میکردم. دو صاحب طلای فروشی خفتم. مجبور شدم ولش بدم. سرش خورد به گاف صندوق. حالا طلا فروش مرده و منم شدم قاتل. اگه برگردم تو چرمت که باید به سر خاکم.
اگه میخوای با من باشی باید بریم یه جا خودمون رو گم و گور کن. یعنی چی؟ منصور من باید وای نستادم که بریم خودمون رو گم و گور. صدا تو بیار پایین. میخوای مرتضی همه چی رو بشنوه؟ اصلا میدونی داری چی میگی؟ آره تویی که نمیدونی داری چی میگی. حالا وقتش که حرفایی که میزدی رو ثابت کن. منصور حالا میفهمم که خیلی خودخواهی. خیلی منصور اون سند خونه بهجت خانم و نه خونه تو. تو نگران منی یا بهجت خانم؟ خب نگران تو. خودم مامانت بهجت خانم آیندم. آیندمونو که بهت گفتم میه سر خواهی که من فاتحه میخونی و منصور تو چرا اینقدر ناامیدی؟ ببین بخوای ادای مادر بزرگا رو در بیاری که نصیحت میکنن از همین بالا پشتمون پرتت میکنن پایینا. ده تو یه سر امید به من نشون بده تو من وایسم. خب بریم رضایت میگیریم وکیل میگیریم دیه میدیم بابا یه خاکی تو سر مجا این توش امید داره رضایت نمیخواد داره سیگار بکشیم رضایت هم بدن که باید کلی پول بدیم. اگه ما پول داریم واسه چی مرتضی شو بیده اینجا؟ واسه اینکه پول نداریم. میفهمی همه ما این همیم. تو اون گول زدی منصور. من تو رو گول زدم؟ مگه تو بچه‌ای که گولت بزنم؟ گفتم کار چیه؟ گفتی تو کار خرید و فروش لوازم خونگی هم. گفتم باشه مغازه کجاست؟ گفتی مغازه ندارم دلالی میکنم. این گول نیست؟ این گول نیست که بعد یه سال فهمیدم یه بار شوهر کرده بودی؟ وقتی لو رفتی یه بار به روت آوردم؟ اگه پام وایستدی واسه اینه که پات وایستدم مینت بذاری آتی جد میزنم. اون از زن مرتضی که ول کرده رفته میخواد طلاق بگیره. اینم از تو که زدی رو دست اون. من که نمیخوام ازت جدا شم. جدایی چجوری مگه؟ اعدام، طلاق، حبس ابد. اینه یعنی جدایی میفهمی ببو؟ با من اینجوری حرف نزن. با من اینجوری حرف نزن. تو مادر تو گذاشتی سیر خود چه برسه به من؟ صدا تو بیار پایین. صدا تو بیار پایین. زر میزنه. اینا چه ربطی به مادرم داره؟ اون سند به درد بهشت خانم نمیخوره اما ما رو نجات میده. من فقط یه چیزی رو میفهمم اونم این که باید برم. میای یا نه؟ منصور من دوست دارم. همه چیو خراب نکن. با من دیگه به کی قسمت بدم نری؟ تو دیگه هیچ کیو قبول نداری. من دیدی زهر میزدی؟ دیدی زهر میزدی؟ دیدی بدون منم میتونی زندگی کنی؟ دیدی نظرم خانم؟ به روح بابا اگه زهر زده باشم به جون مادرم پات وایس دارم. منصور وقتی اومدی تو زندگی یه نفس راحت کشیدم. گفتم خدایا بدبختی های نظرم تموم شد. ده اینا همش حرفه. اینا همش زهره. اگه منو بگیرن اعدامم. خیلی به مال بدن این حبس ابدم. تو وای میسی بام؟ آره وای میسی. چرا؟ چون دوستت دارم. چون احمقی، چون خری، چون نمیفهمی، چون بابویی. تو در به دریا دوست داری نه منو. من میخوام برم. میای یا نه؟ میای یا نه با تو هم؟ با تو هم چرا لال شدی؟ منصور به تو من باید جواب پس بدم؟ بشین با هم حرف بزن. چه حرفی؟ من از حرف زدن خسته شدم. از حرف زدن بعدم اومده. اوضاع احوال به اندازه کافی قارش میشه. از تو بدترش نکن. بشین صحبت کنیم. چه صحبتی؟ کار از این حرف گذشته. بی خیال شو بابا. جون مامان بی خیال شو. منصور. 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 منصور وایسا. منصور وایسا. وایسا دیوونه. چرا اینجا نشستی؟ چیزی نیست. پسر اکرم خانم برام کار پیدا کرده. پسر اکرم خانم کیه؟ کجایی تو؟ پسر اکرم خانم کیه؟ زن محمد نونبا. پسرش عصری با زنش و دوتا دوقلوها اومده بود.
ماشالله بعضیش توپ شده، یه خونه خریده تهران سر، یه 206 خریده، یه آشپزخونم تو اسلام شهر زده. به منم گفت بیا پلو خودم برو غذا پخش کن. چه کار کنی؟ با موتور میرم غذا میدم به این برمن. کو موتورت؟ خب موتور خودش بهم میده، گفته تو بیا غذا پخش کن، ما 400 تومنم جیرینگی بگیر. بده گوهر، فکر نکن من زندگی رو ولش کردم به همان خدا، فکر تو و بچه ها و اینا نیستم. ها من که چیزی نگفتم. هیچی نمیگی، آدم دلش بیشتر میسوزه. من هیچ وقت تأسفم باز نبود، خیلی جا تو آبروی منو خریدی، منو حلالم کن، نتونستم اونجور که باید و شاید به تو برسم، خدایی میگم منو حلال کن. وقتی اومدی خواستگاریم به سرمایت نگاه نکردم، همین که سالم بودی و سالم هستی برام یه دنیا ارزش داره، این خودش یه سرمایه است. کیه؟ چیه؟ چی شده؟ منصور رفت. کجا رفت؟ فرار کرد. آه منصور فرار کرد. آه مرده رفت خونه دوستش بهروز. او شرف نمیشه پیشمون. آه مرده رفت و رفتیدیم آمان. الو بفرمی. گوشی بده بهروز. ببخشید شما کی هستید؟ منصورم بجون. چشم الان بشم. الو، آدرس رو بیام پیشت. بنویسش. آه، بدش من ببینم، خفمون کردی. برو بابا جون، الان نشه میکنم این تیرانا رو میبرم، برو بگو کپ. والا خوبه مهمون من اینجوری حرف میزنی آبروز. من مهمونت نیستم، رئیستم. پاشو برو چایی بریزی دیوانا رو قشنگ بشور، بیا اینجا میخوام چایی بخوریم. بدو. دوستو بینیم هم دو بزن کانال یک بفهمیم چی گفتی. حال تو نبودم. خوبه که با من نبودی. تام خیلی رو دریا چهت رو کردی روش دستورم بهش بودی. شوخی دارم باش گلابی، بچه بیستی ها، اگه اون شب نبود مامورا خفتم کرده بودم. البته منم شعار میدم شبایی که اینجا یه مایه توپ میذارم جوش. بیا اینقدر فکر نکن، بیا دوتا کام بگی ردیف شی. کام نگرفته ردیفم. بهروز بانک خطری ها. همه کار ما خطری ها. تو که ترسو نبودی؟ ترسو نیستم، این دفعه داستان فرق میکنه. داستان ما همیشه همینجوری بود. بابا خسته شدم من یواشکی زندگی کرد. نمیدونم چرا اینقدر دلم میلرزه. چون دل دی جای دیگه است، عاشق همینه. فردا شش دنگ حواست اینجا نباشه باخ میریم. عاشقم عاشقی نداریم، باید پولا رو جمع جور کنیم بزنیم به چاک. بابکمون هم گفتم بیا جلوی در، میزنیم میپریم ترک موتور. بابکو چرا قاطی کردی؟ نگران سهمت نباش، سهممون با من. نگران خودشم، اون که سنی نداره، بذار بره دنبال زندگیشن. ما نشه همین یه باره، چیزی نمیشه. ما هم همینو گفتیم رسیدیم اینجا. هیچ موقع اینجور نبودم، من همچنان هم میترسم. اون کلتو بعدا بذار جلوی چشه، تمام ترست میریزم. کلت که تو خونه جاسازه. شوخی میکنی؟ جدی نیوردی؟ قاطی داری ها؟ دو دره کردم اومدم، نمیتونستم برم خونه. گلابی با تیزی بریم بانک بزنیم؟ فکر اینجاشو باید خودت میکردی. من که زنگ زدی بهت گفتم. گفتی ولی نمیتونستم برم بیارم.
نسترم پیشم بود. نه باشه نمیشه. با هم میره خونتون. پامو بذارم خونه خفتمو گرفتن. در به در دنبالم هم. میفهمی ببو؟ ببو منم یا تو که دست خالی اومدی. صبح میریم خونه کلتو برمیداری میاری. گلابی. ببینم مهتا. تو عروسی خونه به اجاز خانم اتو موبایلو گرفت منصور با کی حرف زد؟ نمیدونم. رفت اون ور حرف زد. من نفهمیدم با کی حرف زد. کی؟ چرا من نفهمیدم؟ آخر شب دیگه وقتی مهمونا رفته بودن. تو کجا بودی؟ فکر کنم رفته بودی لباستو عوض کنی. آره. مهتاب یه دقیقه تو گوشیتو نگاه کن ببین شمارش هست. نه بابا 100% پاک کرده. داری میری رو اعصابم ها. یه سر مثبت فکر کن. تو مثبت فکر میکنی چی شدی خانوم منشی؟ یعنی مریم تو شوهر کنی من یه مهمونی میگیرم. یه بار نشد تو انرژی خوب بدی. پس از الان به فکر باش. رفتم از خواستگارش تحقیق کردم یه نفرم بدشو نگفت. یه عروسی افتادیم دوباره. به سلامتی مریم جون. قربونت. بابا دیگه خودش میباره و میدوزه. هنوز خواستگاری نیومدن میگه یه عروسی در پیش داریم. خب خواهرش اومد دیگه. حتما نباید برای خواستگاری یه لشگر آدم بیاد که. ولی خیلی حیف شد. کاش عروسی منصورم خوش میگذشت. خیلی هم خوب بود. تو مشکل داری یا مهتاب؟ حتما برو دکتر. گوشی تو میبینی مهتاب؟ راست میگه حواسمون پرت شد. ببین زود دیگه. ببین. خیلی خوب. آره هست. بگی بده من یه دقیقه صحبت کنم. بگی کی هستی؟ ما که نمیشناسیم طرفو. هم نمیشناسیمش هم که شاید اصلا خودش پیش صابگوشی باشه. ما میخواییم پیداش کنیم. نمیخواییم زنگ بزنیم بگیم منصور بیا خونه منتظرتیم که. اون گذاشته رفته. باید فکر کنیم چجوری آمار بگیریم که خودش نفهمه. همینجوری نمیشه. رسمی تو زنگ بزن به مرتضی. بذار اون زنگ بزنه به طرف. شاید اصلا مرتضی میشناسه طرفو. از کجا بشناسه بابا؟ بگیر دیگه. برقراری ارتباط با مشترک مورد نظر مقدور نیست. حتما شارژش تموم شده. آخه شارژ نداشته باشه که میگه خاموشه. آیکیو شارژ سیم کارتشو میگم نه شارژ گوشیشو. خب دوباره بگیر. یه بار دیگه بگیر. برقراری ارتباط مقدور نمی باشد. اصلا اون شمارهشو بگیر بده خودم حرف بزنم. چی میخوای بگی بابا؟ تو چی کار داری؟ تو شماره رو بگیر بده من بعد گوش کن ببین چی میخوام بگم. بگی بده من. خب یواش. آخ آخ چیکار کردی؟ ببخشید. چی شد بر نمیداره؟ هیچگی بر نمیداره. چجوری میگیره از اول؟ بی خود یه بار دیگه بگی بده من. همون دکمه سبزه رو دوبار بزن دیگه. چیزایی میسازم. ببخشید. ترسیدم. چه زود حرفام یادت رفت. جلو آگاهی یادته چی بهت گفتم؟ من خودم رو مقصر دونستم. تو هم دور برداشتی؟ نه به مرگ خودم میخواستم فرار کنم. به خاطر تو اون اثرم برگشتم. اگه پشیمون شده بودی از در میومدی نه از دیوار. ترسیدم زنگ بزنم از خواب بیدارشی. مگه تو خواب گذاشتی برامون؟ اون چیه برداشتی؟ یه امانتی اون یکی از بچه هاست باید برسونم دستش. ببینم اون امانتیو. میرم یک دو ساعت دیگه میام. گفتم ببینم این امانتیو. نه بینی بهتره. ببینم.
پیش من باشه واسم درد سر درست میشه. چند وقت دیگه پلیس میاد خونه رو میگرده، فکر میکنن مال منه، جرمم زیاد میشه. برو منصور، برو خودت سیاه کن. من آبرومو گذاشتم وسط تا بیای بیرون، اون وقت میذاری میری بی آبرو. من واسه دعوا نگرفتم که باید تعهد بدم کنه. جرمم سنگینه، کارم تمومه. به خاطر تو برگشتم، به خاطر آبروی تو برگشتم. اگه پای آبروی تو نبود عمرم بر نمیگشتم. نمیذارم بری. گیر نده مامان، به جون جفتمون برمیگردم. اینو به تو میگم، به هیچ که نگفتم. منصور، من خیلی نمیمونم. خدا نکنه. نزدیک به مادر شدنتون. آبرویی که یه عمر جمع کردم یه شبه نرس. بذار راحت برم. خودتو رو هزار سال نگر داره. ایشالا من بمیرم، از شهر من راحت شد. گیه نکن ماما. چرا کار خودت سخت کردی بچم؟ بچم فکر این روزا رو نکردی. برو، میخوام بهم ثابت کنی که دوستم داری. میخوام زخ کنم که منصورم دوستم داره. هیچی بدتر از بی محبتی اولاد نیست. منصور اومد ماما؟ نه، تو خوابی داری صداش رو شنیدم. خواب دیدی اشتباه کردی. بله. سلام خانم، شما دیشب به من چند بار زنگ زده بودی؟ یه لحظه گوشی. بله بله، یه لحظه گوشی حضورت رو. نسترن، نسترن، باشو باشو، نسترن باشو. کیه؟ همون یاروه. بله. الو، شما چند بار دیشب به من زنگ زده بودی؟ بله سلام، شماره شما رو منصور به من داده بود، گفت اگر که کاری داشتم بهتون زنگ بزنم. اسمتونم به من گفته بود، فقط من خیلی یادم نیست. کوچیک شما سلیمونه؟ بله بله، گفتن که اگر آقا سلیمان زنگ زدن من به آقا سلیمان زنگ بزنم، کارمو بهشون بگم. منصور پیش شماست؟ تازه رفتن، چطور مگه؟ چیزی شده؟ بهروز با بهروز. با آقا بهروز بود دیگه. بله آقا بهروزم. پس خونه شما بودن؟ ما خونه‌مون شهرستان، اینجا محل کارمه، کار میکنم. ببین کیه قاسم؟ ببخشید شما نمیدونین کجا رفتن؟ به من چیزی نگفتن. میشه لطفا آدرستون رو به من بگیم من بنویسم؟ چون بهروز یه امانتی داده که باید حتما به دستش برسونم. بعد گفتش که اگر خودم نبودم امانتی رو به دست آقا سلیمون. نه والا به من چیزی نگفتن. نه حتما یادش رفته. میشه شما آدرستون رو بدین؟ بله من میگم شما بنویسید. خودکار داری؟ گوشی لحظه ببخشید. بده من آدرسو. همینجاست. آره ببین شما همینجا وایسیم الان برمیگردم. گفتی اسمش چی بود؟ سلیمون. سلیمون داداش ببخشید، روشنگا سوم کجا میشه؟ نمیدونم آقا، من بچه اینجا نیستم. این دومه، سوم یا اون وره یا این وره دیگه.
من الان برمیگردم. سلیمون تایی؟ چی؟ گفتم سلیمون تایی؟ بله بفرمی. بیا بیرون کارت کنم. چیکارم بیا؟ من داداش منصورم. خب کجاست منصور؟ چه بدونم، همه آمارش از من میگیرن. یه ساعت پیشم یه خانمه زنگ زد، آدرس گرفت، یه چیزی براش بفرستم. حالا هم که شما اومدید، من نمیدونم اینجا چه خبره. ببین منم نمیدونم چه خبره، واسه همین اومدم اینجا. کجاست؟ کی؟ ببین بخوای بپیچ تو همینجا خونتو میریزم ها. چه بدونم یقمو ول کن. مگه تا صبح با بهروز اینجا نبودن؟ کجا رفتن؟ چه بدونم بیاین کمک تو رو خود مرتضی نه کجا رفتن؟ هم دستشونی؟ غلط بکنم با جد آبادن بس اونها اینجا چه غلطی میکردن؟ اون مادرمه اونم زن منصوره از دیشب تا الان اسیر منصوری مگه نگه کجاست میکشمت؟ بس کن نمیدی؟ بگو چشم میگم چشم فقط چون های مادرت قسم بخور با من کاری نداشته باشی میگم چشم بگو به ابوالفضل من با بهروز و منصور همدست نیستم. همدست نیستی؟ پس اونا اینجا چه غلطی میکردن؟ اومده بودن بنایی؟ آره؟ نه بنایی نیومده بودن. من با بهروز یه ماه رفیق شدم. منصورم بار اول دیشب دیدم. به جان مادرم به روح پدرم راست میگم. من نگهبان اینجام کارم اینه. ببین من اعصاب ندارم. میذارم میترکونم تا بگو. چشم چشم. دیشب من از حرفاشون فهمیدم که میخوام برن دزدی. آقا نعمت سلام. سلام از ماس. خوبی گوهر خانم؟ خیلی ممنون. بهجت خانم رفت. رفت؟ آره. کجا؟ صبح آذر خانم از شیراز اومد بردتش. دیگه هم نمیاد اینجا. نمیاد؟ نه. قرار برای همیشه پلوشون بمونه. به منم گفت اینجا رو بسپار بونگو برای فروش. چرا به من نگفت؟ چرا خداحافظی نکرد؟ اتفاقا دو سه دفعه گوشی رو برداشت که بهتون زنگ بزنه، نتونست. گفت تا اونقدر خداحافظی رو نداره. موقعی که رفت تا سر کوچه دنبال ماشینشون دویدم. بهجت خانم در حق من بزرگی کرد. ایشالله که هر جا هست خدا نگهدارش باشه. ایشالله. میرم خونه به گوشیش زنگ میزنم. یه امانتی دستم داره باید بهش برسونم. ها گفتش بدین به من. چند روزی که دومادش میاد اساسای خونه رو ببره میدم بهش. دست درد نکنه. سرتون درد نکنه. یه امانتی هم به جد خانم داد بدم به شما. الان میرم بیار. چیه؟ حقوقتونه.
چک پول بدم یا چک رمزدار؟ چک رمزدار دیگه چی؟ پول بده دخترم. شما چجوری میخواستی میلیون تومن پول نقد رو ببرید؟ خطرناکه. 30 میلیون تومن؟ بله دیگه، مگه مبلغ چکتون رو نمیدونید؟ 300-400 هزار تومن باید باشه، نه 30 میلیون تومن. ببینید خانم، مبلغ چک 300 میلیون ریال 30 میلیون تومنه. دقیقا همین مبلغ هم تو حسابشونه. اشتباه شده دخترم. مطمئنید خانم؟ بله. بهجت خانم بنده خدا پیره و حواس پر. حتما اشتباه نوشته. آخه چقدر اشتباه شده؟ زیاد. 300 هزار تومنش درسته. بقیهش اضافه است. پس شماره نقص تشریف داشته باشید. چقدر دیر کردی دخترم؟ من زیاد حالم خوب نیست، نمیتونم وایستم. ببخشید، بهشون زنگ زدم گفتن مبلغ چک درسته. من بهتون یه بسته 5000 تومانی میدم، بقیهش هم چک پول میدم. خدا چی؟ میخوام چکار؟ برو بده یا تو بده. همین امشب یک کادو با دست گل بگیر، برو سیما رو برگرد. من شرمندتم، هیچ خیری برات نداشتم. خیلی هم خیر داشتی. من همیشه خیر خوشی شماها رو میخوام. هیچ وقت چشم به دستتون نبوده. مرتضی جانم، حواست به بچه ها باشه. سایت و اثر ما گم نکنم. فردا شب برای مریم خواستگار میام. دلم روشنه که خوشبخت بشی. همه تو خوشبخت بشی. باشو وسایلتو جمع کن.